خیلی خوب، رهایم کن. فیلیمو به بازی برگشته. شهرام شاه‌حسینی با میخواهم زنده بمانم تونست یک موفقیت بزرگ رو در شبکه نمایش خانگی از آن خود کنه و تا جایی که یادمه قرار بود دوشم بسازن، اما گویا شاه‌حسینی تصمیم دیگری اتخاذ کرده. بیاین ببینیم رهایم کن در لیست ببینیم ها قرار میگیره یا نه. فقط لطفا قبلش سابسکرایب کنید، مگر نه به جای رهایم کن مجموعه سرجوخه رو بررسی میکنیم. اول میتابم به تریلر سریال شهرام. What are you doing؟ چرا انگلیسی کردی تو تریلر؟ این چه رسمشه؟ چرا این کارو کردی؟ اینا حاصل هیجانه ها، اما تصاویر گرم، لباسهای فاخر و نواهای کهنه، ساخت اثر تو فضای قبل از انقلاب تبدیل به یه فرمول موفقیت شده. ما جوونا میپسندیمش چون ندیده هامون به تصویر کشیده میشن و پدر مادر هامون هم عاشقشن چون براشون خاطر انگیزه، نوستالژیکه. در نتیجه معمولا بیننده این سیاق از آثار خانواده ها هستن و وجود خانواده در سینما یک نعمته. شاه‌حسینی هم اینو خوب میدونه، برای همین داستانی تعریف میکنه که بنیانش یک خانواده است. البته خانواده ای که در رهایم کن باش روبرو هستیم یک خاندانه. این بار شاه‌حسینی تغییر رویه داده و دست گذاشته رو موضوع ارباب رعیت، ماجرای خاندان نایب سرخی و خدم و حشمشون. این خوبه چون متفاوته، به نظر خیلی به انقلاب نزدیک نیستیم و خبری از کلیشه های ساواک و کمیته نیست، اما وقتی پای خاندان و ارباب به ماجرا باز میشه ابعاد داستان کلان میشه و شاه‌حسینی به خوبی کلان بودن ابعاد سریالش رو در قسمت اول به نمایش میذاره. شاه‌حسینی در همین اپیزود اول ماجراهای متعددی رو برامون باز میکنه، ماجراهای جالبی که در چند لایه به ما اجازه پیگیری سریال رو میدن. به نظر همه این ماجراها بر پایه رابطه ارباب و رعیت بنا شدن، اما در عین حال تنوع موضوعی بسیار بالایی در داستان به چشم میخوره. مثلا این معدن، متعلق به خاندان نایب سرخیه و حاتم هد این خاندانه و یک رشته از داستان در معدن پیگیری میشه، ماجرای کشف کهربا، جایی که چند رعیت برای دستیابی به وجه نقد به ارباب پشت میکنن. شاه‌حسینی تو میخواهم زنده بمانم نشون داد عشق کارآگاهی داره، این واقعا خودشه. پس قطعا در رهایم کن یک سر داستان جناییه و این تم جنایی قرار نیست فقط به همین ماجرای معدن ختم شه، چون در تریلر سریال در دست مراد و حاتف اسلحه میبینیم. پس بعد جنایی بخش بزرگی از رهایم کنه و البته که اینجا رخت مارال مشکیه. به نظرتون کی مرده؟ من نظرم رو فرزند حاتمه، اما خب بیشق و عاشقی فطیره نه؟ حاتم عاشق مارال پرستار فرزندش شده. رابطه بین مارال و حاتم برخلاف کاوه و اماد دیدنیه و این رابطه چالش برانگیزه، چون بزرگ خاندان نایب سرخی صد به این مسئله تن نمیده، برعکسش هم داریم. تو تریلر شاهین سرکارگر به نظر به افسانه خواهر حاتم نظر کرده و این حاتم رو در جایگاه تصمیم گیری قرار میده. میبینید در سریال حالات بسیاری محتمله و این امر زمانی محقق میشه که کاراکترها پخته باشن تا ما بتونیم بر اساس رفتار منحصر به فردشون در داستان گره و واکنش داشته باشیم. این ویژگی مثبت سریاله، شخصیت‌ها در لحظه زاده نمیشن و خودشونو به ما توضیح نمیدن، همون جایی هن که باید در زندگیشون باشن. و حالا که پامون به ماجراها و کاراکترها باز شده از حق نگذریم. لاین اپ بازیگران سریال فایره، مثل رپه. ماهی پاپولوژیست رو دوست داریم، خلسرم دوست داریم و دیدن این دوتا کنار هم آتش برانگیزه. اینجا محسن تنابنده و هوتن شکیبا داریم، همین دوتا دیده شدن سریالو تضمین میکنن. و البته که بر داستان این دو برادر بسیار تاکید شده. از تریلر برمیاد که حاتف خانواده رو ترک گفته باشه، چراش مشخص نیست، اما به نظر حاتم بدست و باس و حاتف کله شق و سر به هواست. همه چیه وقتی کلمم خود تیز، هرچی قرارداد الان برام روی میز. حالا بماند که یه دوجین بازیگر دیگه در سریال هستن. بابک کریمی نقش پدر بیاساب رو باز هم تکرار کرده. مهدی حسینی یه جایی بین مفتاح و رحمان وای میسته. یوسف تیموری بازی متفاوتی ارائه نمیکنه، مثل غفوریان تو قورباغه نمیشه، اما انتخاب متفاوتیه، پس کردیتش مال شاه‌حسینیه. یا حضور سام نوری به عنوان سوپر استار و اشاره به فردین که دایشه جالب بود. حسن مجونی اما انگار همونیه که تو راز بقا بود. شهرام قائدی هم خیلی چیزی ازش ندیدیم و این لیست طویلیه. پس بیایم بریم سراغ خانوما. در مورد بانوان حاضر در سریال توجهتون رو به سکانس ابتدایی جلب میکنم. سکانس میخوب کننده ایه، اما نمیدونم نظر شما در موردش چیه. آزاد صمدی به پای حاتم خان افتاده و دست و پاشو میبوسه که ببخشتش. نمیدونم این رویکرد درستی در قبال جایگاه زن در سینما ایران هست یا نه. یعنی الان بهتر خفت و حقارت زن رو ببینیم یا مثل خاتون زنها تبدیل به قهرمانها بشن؟ اما چرا این مسئله رو به همه کاراکترهای زن داستان تعمیم میدیم؟ چون این الگو در گول خوردن افسانه از دانیال هم دیده میشه، یا بنا به یانگون بودن مارال احتمالا شاهد زجر کشیدنش خواهیم بود.
see my face and I can't get tired. Work her hard, baby, can't retire. اما نکته مهم بعدی در داستان رهایم کن فرزند حاتمه. فرزند حاتم سندروم دان داره، ماجرایی که فکر میکنم باعث جداییش از آزاده صمدی شده. اول که این کودک رو دیدم میخواستم بتابم به شاه حسینی، چون همه مسئله راجب محدودیت، معلولیت یا بیماری اینه که ما دلمون بسوزه. وقتی دلمون میسوزه یعنی خودمون رو از این کودک نوعی دور میدونیم، در صورتی که باید در کنار خودمون ببینیمش. همه مسئله همینه، مثل کاری که عطاران تو متهم گریخ کرد. فعلا کودک ماجرا عضوی از خانواده است و در رفتار مارال و حاتم با او اثری از دلسوزی دیده نمیشه، فقط مهر و عطوفته. ولی حواست باشه شاه حسینی، دست از پا خطا کنی یو آر دان. اما در مقایسه با میخواهم زنده بمانم رهایم کن یه پرش بزرگ در دیالوگ ها داره. تو میخواهم زنده بمانم هر کی به هر کی میرسید شروع میکردن به قصارگویی، یه سری حرف عجیب که از دهن هیچ انسانی در نمیاد، اما مجید مولایی به خودش اومده. اینجا دیالوگ هر فرد با خاصیتش تطابق داره و صحبت کاراکترها با هم روونه، دچار تکلف نشده. هرچند که پانچلاین قصاری هم داشتیم. دیالوگای حاتم، سیبیلی که نتونم چربش کنم از ته میتراشم، یه سنگ از این معدن کمشه، سنگ قبر باعث و بانیشو سیقل میدم، دیالوگ خلاقانه ایه و تو دهن حاتم هم نشسته. باریک الله مجید. از نظر بصری دو نکته روحو خراش میدن، یکی نوره که اصلا پرداخته نشده، صورتها سیاهن، و دو این اصلاح رنگ نیست آجی، چرا همه چیزو سبز کردی؟ رنگ و نور سریال در روستا اصلا جالب نیست و حتی طراحی لباس زیبا رو هم زیر سوال برده. در تهران همچین مشکلی نمیبینیم، تهران در شب بسیار زیباست، اما تو روز هل نو. سی جی آی کار مصنوعیه، حالا بعد تو شلوغی هم ببینیم که بتونیم بهتر تصمیم بگیریم، اما اینجا که چنگی به دل نمیزنه. ماشیناش خوبن اما خب غیر طبیعیه، سایه لبش خیلی تیزه و رفتار سایه بهرام در مقابل نور با رفتار سایه افسانه متفاوته. مال خاتون واقعا توی یه لول دیگه بود. ولی سریال از نظر بصری یک حسن بزرگ هم داره، باز هم ابعاد کلان، جاده، معدن، حرکت کامیون ها و البته انسان. در اپیزود اول بافت های انسانی بسیاری میبینیم، بافت انسانی به اثر عمق و روح میبخشه. در سکانس معدن شمردیم 34 تا انسان به چشم میخورن، that's great. یا سکانسی که توی اون یونس مارالو پیاده میکنه، اون پشت در بگیران در دو سوی 10 نفری میبینیم که زنده ان و دارن کار خودشون رو میکنن، حتی به ورود حاتم هم واکنش نشون میدن. و به نظرم اینا خاصیت روستاست، روستا زیباست. کیارستمی هم اینو میدونست و حالا مثل اینکه شاه حسینی هم در جریان قرار گرفته، تشویقش کنیم. در پایان به نظرم با یک سریال پر ماجرا و بزرگ روبرو هستیم که احتمالاً قرار ما رو خیلی غافلگیر کنه. پس شکی نیست که رهایم کن در لیست ببینیم ها قرار میگیره و حتی میشه پیش بینی کرد که به مقبولیت بسیار بالایی در جامعه دست پیدا کنه. نظر شما چیه؟ من چون چشمم از قسمت اول مترجم و نمره‌ای که بهش دادم ترسیده، به این اپیزود 8 میدم، ولی انتظارم برای تماشای اپیزود بعدی 9، چون مثل اینکه بالاخره رقیب پوست شیر وارد شبکه نمایش خانگی شد. در پایان لطفاً سابسکرایب کنید تا ماجرای خاندان نائب سرخیو در کنار هم دنبال کنید. ولی آجی من فکر کنم این بگیره، چون خوبه، یعنی پتانسیل مالایی داره. تنابندم مثل چیز نه کیم یارو شتقتش نکردم.